بزن روشنش. درم شما یه نوکرم. حالا سه تا هم نه دوتا که جمع می کردیم، یکی ده می دادم می شد بیز. خدا رو دبرکن. اجازه بدین کمک دون کن. بخور برو بینم، برو پیکاره. عجب آره اون بیداش خود خوبی هم نمیشه کرد به کسی. آقا دیدین آشغالشون رو انداختن خونه مردم. بشین بریم. مرکز حجت حق. مرکز. اعلام پایان عملیات. برمیگردیم قرارگاه. فقط سرین میای. بلند شو بلند شو مصاحبه شاد پیش کن. بلند شو. وایسا میچ. وایسا بیا برو تو. برو تو. بشین. محسن برو. کردم نمیومدم به پا جانمونی اصلا قرار ما این نبود. آقا
گردانم آفتی شما گردانی تموم نمیشه چرا تموم نمیشه شنیدم نمیدونم کی گاراژتون آتش زده به عزیزو کسی که به ما وصل باشه هم ربطی نداره اگرم بفهمه کار کسی از موقع باشه خودم آتیشش میزنم من امشب اومدم در خونتون تو تاریکی و تنهایی اومدم اینجا که یه چیزایی رو بهت بگم بفهم آقا ما سرپا گوشیم بفهم برو دست این پسر رو بگیر داداشتو بگم این گوششو بگیر برش کردون بیاد بره سر خون زندگیش عزیز خان حامد بچه‌ی من ببندمش تو حیات که آقا الان عاقل مردیه رفته جنگ الان سرش به سنگ میخوره بر میگرده دیگه آقا تیر و ترقی که وقت و زمان نداره شاید تو همین الانشم یه اتفاقاتی افتاده باشه دوره جون آقا زودتر دست به جنبو بابا آخه الان 2000 کیلومتر بین من و داداشم فاصله هست یه چی میگی آخه من الان برم بهش بگم چی کجا هستم برم پیش ببین هاشم خواه من تک دخترمو به بزرگی هاش خانم و مرام آقاد و قول قراری که با شما داشتم دادم به داداشت برو برش گردون بیارش اگر برش گردودی که هیچ حامد تاج سر ما اگر نه وکیل میگیرم تکلیف دخترمو یه سره میکنم گفته باشم باش خانمم سلام برسون واسه اینکه کار مردم رو زمین نمونه تو گاراژ همون یه دور به نظرم که باید بریم
سالار قصه با این ماشین گوسفند جابجا نمی‌کرد. زبون به تو میگه بریم چیکار می‌کنه؟ آقا به خدا موتور میسوزونی میخندم به درک مردی مرس دادی به پا حرف رو بایستی میره یا خدا اونجایی که خاطرمه مامزه نوشتیم یه دور چی شد شد پنج دور باید خیالی نی قرارمون همونه که بود نه آقایون بیخ دیوان بفرما آسه جناب هر جور نواختنت حقته که بنوازی شد هاشم من یه دردی بکن هاشم منو ببین این دفعه رو گذشت کن من جفرام میکنم این کارو با من نکن آفای من مریض هاشم بیا با من رفاقت کن نکن این کارو با من باشم این دفعه رو گذشت کنم یه راه داره من جبران میکنم محسن بجام مردم دم گاراژ معطل انا بزن تیلیت کن خوبه آره آی
قبل دیر شد ولی مشتی شد من میام بفرمایید بفرمایید بله شما باشه چشم آقا یه خانم هست به شما کنم الو بله سلام خانم غلامی آقا غلامی خوب هستن داما مرشم کنم میمارستم خانم غلامی همپا مادرم کی رفته خیلی خوب قربون دستون ممنون دوست کردیم موزه من رفته میمارستم ماشین بده آقا چی شده آقا آقا خبی برادر یوسفی کجاست؟ داخل اتاق سمت چپ گیره این پاشه بیرون اگه بیرون گفته بودم خبرت میکنم آقا نه خیلی حرفا نیست پاشه بیرون میگه حامد نیست منیش یکی زنی زده گفته حامد جایی چیه مطمئنی شهید خود یعنی چی؟ آخه یک زنی زده خونه به هاش خانم گفته حامد دوتون شهید جان سلام علیکم یا الله سلام علیکم سلام علیکم فهمت میشم خبر دروغ بوده دروغه انشالله بلا به دوره از هوا راهی میکنم یا مزد خب لنگ زاره دیگه من با جسد مرخص میشم یه سری باید بزنم کاراش یه مزاهم شما هم نمیشه زحمت کشیدی موفق باشی انشالله سالم بشی زودتر تشریف بیاریم بیرون خدا حافظ شما خدا نگهدار خدا حافظ شما آقا قدم رنجه کردیم خیلی لطف کردیم شما بریم من دو سکن اون حرف دارم با شما بعد میام کنم چشم با اجازت خدا این مهران چی میگو؟ آقا نمیدونم حالا مهران چی رو بهتون گفته اما خونه زنگ زدن یه خبری دادن اما رفتم سپاه رفتم کمیته هر کیو میشناختم پرسیدم پرسجو کردم اما آقا اصلا تلفنی خبر نمیدن یکی یه چیزی گفته واقعا همه که شوخیه مگه بچه بازیه یه نفر زنگ بزنه خبر بده فلانی شهید شده با مسکینه خیالتون نیست خب به پیر به پیغمبر من صبح قلبم پوشتمه هر جا رفتم پیش هر کی میگه این تلفن اصلا چرت بوده معلوم نیست کی زنگ زده شما حرمت مادرتون رو نگه نداشتین وقت فکر میکنید باور کنم که دلتون برای دختر من میسوزه آقا نمیدونم مهران چی گفته اما خبری وقتی پیغامو بهم دادن مادرتون رو درد دلم لرزید عزیز بدش میاد بیاد مریضونه عزیز بدش میاد ببینه عزیزش رو تخت بیمارستانه حرمت نگر داشتم تا حالا چیزی نگفتم حواستون باشه دختر من به آبی بنده اگر عشق از چشش بیاد خون از چش بدخواهش میارم خبر اشتباس برو پیش برو برستار گوششو بگیر بیار سر خونه زندگیش بابا بلا بلا این مملکت ارتش داره سر باز داره افسار داره به اون جوجه چه مربوطه رفته اون جا عزیز خان
آقا بزرگ عزیز، آقا انصاف داشته باش. هرچی راجع به حامد اون گفتی هیچی بهت نگفتم. آقا جیگرم سوخت و هیچی نگفتم. گفتم حق داری پدری، اما آقا یه ذره انصاف داشته باش. هر جنسی چپ و راست این بچه رو غیابی محکومش کردی، پیش کس ناکس کوچکش کردی، ده بسته دیگه. اینا رو نمیخواد ببندی، همینطوری بذارشون تو بار کنی. آش تو هم نری اونجا بمون، همه چی یادت بره ها. اگه خبری ازت نشه من بارم شم میام اونجا. رو چشم مادر حواسم هست، خیالت راحت. توی این مدتم تا بیام اگه هر کاری گیر و گوری داشتیم به محسن سپردم حواسش باشه. چی باید حواسش به محسن باشه؟ تموم با اجازت. خلاص؟ خانده داشت انشاءالله برین و با خبر خوش برگردیم. انشاءالله خدا نگهدار. خدا نگهدار. آخانده داشته زن خم شو خوب ماشالله. خب قد من بعد به بابا میرفت دیگه، قد تو نگاه کن بعد قد منو ببین. خداحافظ. خداحافظ خان جون. قد چیه خدا عقل بده خان جون. آقا برین که آقا آقا یادتون رفت فلاسکو. آقا بیا حسین، یه سفارش کنم. نه آقا خیالتون راحت، ولی من رو باید به خودتون میواردین. یه اتفاق های ممکنه بیافته پشیمون بشه. منو با خودت نمیبری
مکه رسیدی بهشون بزن کنار میخوام بارش بزن کنار بزن کنار یا الله سلام علیکم آقا خمی سلام آقا ما میخواییم بریم تعمیرگاه بچه ها مشهد آقا ولی سلام سلام خسته نباشی درمونده نباشی هاشم میشناسی تو هاشم هاشم کیه بیا بالا بابا دستم بنده ولی بیا بالا یه دقیقه کسی به اسم هاشم مالکی میشناسی هاشم مالکی هاشم مالکی خب نگاه یه آقا آمده داره دنبال تو میگرده میگه دنبال حاجی پور میگرده کور بیا اینو ردیف کن بینم داری اینو کجا پیدا کردی تو بیا مریه ولی میدونی؟ آبا آجی آبا هاشم تو میدونی چه شکاکی هستی ولی اینطوره سفیر دو سفیر پنج سفیر دو سفیر پنج گوش کن سفیر یک اونجا بده من رفته؟ یالا کی میان؟ آره خالی که بگوش باش آقا میگن رفتن جلو بگو داداشش اینجاست مهمون دارم من حامد اون بگو نه نه بگو داداشش اینجا من مهمون دارم بگو حاجی پور مهمون داره آقا جان به سفیر یک بگین که مهمون دارن مهمون حاجی پور مفهومه؟ بگو هر جوری شده خبرمون نوکرتم یا علی شهران هر جوری شده بهش بگو من مهمون دارم بی خبرمون نذار آره بگو به حامد ما بگی سفیر سه سفیر پنج برادر گوش کن سفیر یک اونجا بابا باشه اگه خبری شد بهم بگین دیگه یا علی آقا حاجی پور اگه خبری شد بهتون خبرمون هیچ خبری نیست ازشون میگم آقا چیه میگن حالا من میمونم اما اگه میشه آقا محسن ما بفرستش یه جوری بره ننش همین یه بچه رو داره آقا این حرفا چیه داریم میزنین نوکرتم شما من اینجوری شناختی من رفیق نیمه راشم من تو هر شرایطی کنارتون هستم توپ باشه فشنگ باشه هر چی محسن خودش میخواد بمونه کی میخواد بمونه میمونی. شما که میدونین من یه همین ننه رو دارم اونم منو داره اگه میشه برم خیلی بهتره نمیشه آقا محسن یه خورده قوی باش مرد باش شجاع باش بمون واسه مملکتت بجنگ من یه اصلا خونه همین مادرت رو همین خاک نیست به والله که ما رو همین خاکی چه خونه خودمون نداریم غریبه نیستین چند سال پیش قرار بود یه وام بگیریم انشالله میخریم باز خودتون رو بیاید هماهنگ کنم یعنی 15 روز باید بمونی؟ آره دیگه مجبور یالا سلام سلام آقا شهرام آقا شهرام این نفر برای مال شماست؟ واسه من که نیست من راننده شم نه همون ما فقط با این چی کار میکنی؟ باش مهماتو مجروع وسیله اینا جا به جا میکنم والا من با ماشین نمیشه این کار رو کرد هیچ چه نمیشه من با این ماشین این با قول میخواد چرا داداش یه ماشین دو دفاشه؟ اصلا نمیشه اون مسیر تو دید مستقیم عراق بوم میزنن خونپاره میزنن یه چیز قوی میخواد که سفیر گفته حتما با نفر باشه آره اینا که لاکر داره همش آهنه میگم این همه ای سفیر سفیر میکنم فرمانده تون بگی ها فرمانده خطتون بعد این حامد ما رو میشنسه یعنی با حامد رفیق ما یک دو روز حامد متوجه نشده حامد مالکی داداشم میگم سفیر میشنسه تش حامد مالکی داداشتونه آره بابا دیگه حامد مالکی سفیر داداش شماست چی؟ میگم سفیر داداش شماست نه دیگه نه ما بهش میگیم سفیر که معذرت میخوام یه موقع نزننش یعنی شناسایی نشه حامد ما حامد مالکی اون فرمانده تونه همین به این سر سلام
علیکم آقا جمال. سلام دکتر، خدا قوت. سرابی سرابی نایدی؟ نه نایدنش. شما همه دیروز اومدی اینجا خون دادی، پای چشات گود افتاده، رنگت هم که زرد شده، سرت گیج میره، با مغز میخوری زمین ها. ما اینجا آب برای خوردن نداریم، چه برسه آب میوه. پس با خانم من یه لحظه با تون کار داشتم. بدونم چشاته، بده بالا. زخم نداری؟ نه ندارم. سرگیجه؟ نه خوبم. خواستم بهتون بگم که من خدا رو میخواستم، خدا رو شکر میکنم که حالا باد خدا یه فرشته مثل مو به تو داده ها؟ آره. آه راستی من یه هدیه هم براتون گرفتم، امیدوارم دوست داشته باشی. چی هست؟ دست درد نکنه، ولی به نظرت ما واقعا بعد وسط همه مریض و مجروح ننه داغدار الان عطر بزنم؟ به چه تهرونی؟ به چه پولدار؟ تو توهم خیال سر میکنی. بچه پولدار چیه؟ من کارگر بابام بودم. آه راست میگی، کارگر بابای کارخونه دار. شما خیلی سخته کشیدین مثل ما. به 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 اماد اینجا رو ببین، اینجا رو نگاه کن اماد. با به به چیکار میکنی اینجا؟ سلام. بشین. خب بشین. تو کی هر روز میای اینجا خون میدی؟ اسما این کی هر روز میاد اینجا خون میده؟ این چیه، خونش خارجیه؟ جدیده؟ برزیلیه؟ کجاییه؟ تو خون میخوای؟ من هر روز میام اینجا خون میدم. چی میخوای؟ من؟ بلنشه برو بیرون. یلا بلنشه برو بیرون. بلنشه برو بیرون. بلنشه برو. چه غلطی میکنی؟ نمیری سوزن تو دستشه؟ تو مسلمون نیستی؟ الان سر ما داد زدی؟ سر این پسره سر ما داد زدی؟ ای چیه؟ خون با عطر خارجی ها؟ این بد داده؟ نه نه؟ ها یعنی با قرآن رو جوری که تو فکر میکنی نیست. چیه این داده بهت؟ ها؟ آره؟ بلاشو برو بیرون، بلاشو برو بیرون، یلا بلاشو برو بیرون. میگم چه خبر اینجا؟ بیمارستان رو گذاشتی رو سرتون. هیچی خواهرم، هیچی نشده. تو چرا بلند شدی؟ کارش نداره. بشین بس، چی بلند شدی؟ خوبی؟ اصلا بیا کارت دارم. بیارم برام. برو برو، خیالت راحت اینجا میشینم. اسما بیا. برو برو، حواستم هست بهش. برو به تو رو خدا، هیچی نمیشه. برو یه باید دوستش داریم. بیا ببین، اگه الان میتونی رو پات وایسی، میتونی راه بری، واسه خاطر این لباسی که تنته. همون اولا دیدمت گفتم رزمنده است، گناه داره، شهر غریب، دلم وسط سوخت، گفتم گذشت کنیم. نگفتم عماد؟ ها گفتم. تو نگفتم بچه تهرون؟ ها گفتی. حرف نزن، خون بده بات کار دارم، خون بده بات کار دارم. گفتم بزنم زیر گوشه تا آخر عمرت کر باش یادم هم بیفتی. اما مثل اینکه حرمت این لباس حالیت نیست. من برادر تو نیستم. زهرمار گفتم دور خواهر من خط بکش. عبد عماد چیکار میکنین؟ خجالت بکشین، کشتی بچه مردم، ولش کن. اشتا گفتی نه؟ گفتی یه چشما بیون نزم دنبال خودم. ها خجالت بکش. خجالت بکشم؟ شرم کن. یه بدبختی تو فامیل منتظر توه، از صبح تا شب میره سر کار به خاطر تو. قرار گذاشتیم نذاشتیم؟ شما قرار گذاشتیم، ما نذاشتیم. مثل که ما نم آدم. ما چرت و پرت چرا میگی؟ میزنم اتا. تو غلط میکنی. میزنم اتا. غلط میکنی. با تو چی میگی؟ چی میگی؟ دستو بکش. برو بیرم. برو بیرون.
جواد، به خدا اونطوری که تو فکر میکنی نیست، یعنی یکی هستا ولی برای ما کسی نیست. جواد خیلی مرا نفرلا چی شد؟ اینجاست دیگه درست؟ میدونم اینجا چی شد؟ اینجا یه چیزی بیدارم چی؟ نفرلا برای بیرو بردم مهمتر از این نیست الان مهمتر این مهمتر باشه یه سبخه حاجی من اینو میخوام تو یه دقیقه وقت داری من اینو میخوام من دیگه آماده نباشه من چیکار کنم؟ مون همه آدم اونجاست بابا چی آخر منو برای چی؟ حاجی بلکم الان وقت این چیزه نیستش سفیرتون خیلی وقتی میشنسی ما؟ از وقتی اومد اینجا منم اومدم با هم دیگه اومدین تو همین تعمیرگاه؟ با تعمیرگاه چرا؟ بیمارستان هم بودیم بیمارستان هستی؟ نه مجروب برده بود بعد همون بار اول هم اونقدر صمیم شدیم کلی با هم گپ زدیم و یه بود وسط گپ زدن زد میشوندم گفت آقا این مطمئن چی کاره ای؟ گفتم من رانندگی بلدم گفت واقعا؟ گفت ببین دل و جگر داری؟ آقا من زخمای بدنم نشون دادم گفتم معلوم نیست بگو چی میتونی برونی گفتم ببین من از موتور بگیر تا بولدوزر همه چی میتونم بولدوزر هم میرونی با اون ماشاءالله آقا بولدوزر هم سخته ما یه رفیق داشتیم یه بولدوزر داشت نفس نداشت ما نشستیم پشتش یه عقب جلو کردیم نه واقعا کار هر کسی نیست دمت گرم شکری منم میشه عموم یاد گرفتم شرکت راسز بود حالا خلاصه بعد فهمید که من بولدوزر بردم گفت ببین تو بولدوزر بردی تانک هم میتونی برونی تو همین نفر بعد و دست ما رو گرفت آورد اینجا دیگه چی شد؟ یه هواگیریش هم کردم یه استارت بزن جدا؟ حالا بزن ببینیم چی میشه زحمت کم
شد کفر و ایمان چاکرم، شد کفر و ایمان چاکرم.